با عرض سلام و درود خدمت همه عزیزانی که نشستن الان برنامه گفتگو رو از شبکه جهانی دریملند دارن تماشا میکنن. افتخار اینو داشتم که قسمت دوم رو در خدمتتون باشم و سعی کردیم مسائل پیرامون خرید و فروش ملک رو براتون توضیح بدم، اما به طور خیلی کلی. امروز تو برنامه چهارم تصمیم گرفتم که وارد جزئیات بشم و توضیحات بیشتری رو بدم. قبل از اینکه بحث رو باز بکنیم و در موردش صحبت بکنیم، چند تا مورد هست که به نظر خودم واجب دونستم که باهاتون در میون بذارم. نظر لطفتون بود، یک عالمه مسیج گرفتیم، یه عالمه تلفن شخصی توی فیسبوک دریملند، حمایت شما خیلی ما رو خوشحال کرد و ثابت قدم کرد که حتما توی این برنامه بتونیم مسائل پیرامون خرید و فروش ملک رو حتما مطرح بکنیم. یکی از مهمترینش این بود که همه از من پرسیدن چطوری میتونیم ما به طور لایو این برنامه رو تماشا بکنیم. خیلی کار ساده ایه. برنامه شبکه جهانی دریملند به صورت اینترنت وارد خونه شما میشه. شما میتونید از طریق فیسبوک یا وبسایتش و بتونید برید و اون برنامه رو ببینید. ولی ساده ترین کار اینه که بچه های دریملند زحمت کشیدن و چند تا اپلیکیشن درست کردن که هم روی اپل هم روی اندروید میشه اونها رو نصب کرد. کار خیلی سختی هم نیست، به راحتی میتونید سرچش بکنید و اسمش هم تلویزیون دریملند هست، بکنم به نام دریملند تیوی باشه. هیچ احتیاجی به سابسکریپشن نداره و بعد از اینکه اونو دانلود کردید روی صفحه موبایلتون میاد. بعد از کلیک کردن روش یک صفحه اصلی باز میشه که توی اون صفحه اصلی شما میبینید که یک نواری هست اونجا به نام لایف تیوی، که وقتی لایف تیوی رو میزنید یک صفحه باز میشه برای استریم که حتی اگه اون برنامه رو نداشته باشید ظرف 30 ثانیه میتونه دانلود کنه و پایینش مثل یوتیوب با یک نشانی از این پلی کردن هست که میتونید اون رو بزنید و تماشا کنید. خوبی اپش اینه که هر برنامه جدیدی که بیاد به شما یه نوتیفیکیشن میده و به طور مثال میگه 5 دقیقه دیگه برنامه گفتگو مثلا شروع خواهد شد. در ضمن اون پایینش یک لایبرری وجود داره که اگر که یه برنامه رو از دست دادید توی اون سری ویدیوهای اون میتونید اون رو تماشا کنید. خیلی کار ساده ای هست به نظر من و همه رکومند میکنم که این اپ رو دانلود بکنن. همین که به راحتی میتونن از برنامه‌های خوب دریملند استفاده بکنن، همین که میتونن که حمایت خودشون رو از این تلویزیون نوپا نشون بدن. میدونم که داشتن یه تلویزیون برای جامعه ایرانی با اینکه یه خورده نوپاه خیلی میتونه کمک بکنه و بعد از این به رشد جامعه ما و به بلوغ جامعه ما خیلی کمک بکنه. میدونم که خیلی از ماها وقتی که کار میکنیم یا جایی هستیم دوست داریم که موزیک ویدیوهای ایرانی رو از جایی مثل رادیو جوان و اینا گوش بکنیم. خیلی ساده میتونیم توی تلویزیون دریملند از این موزیک ویدیوهای خیلی خوب که به طور مجانی پخش میشه استفاده کنیم. یه عالم فیلم های سینمایی وجود داره که به راحتی میتونیم دور هم جمع بشیم و اینا رو تماشا بکنیم. و یک چیز دیگه هم که هست اینه که مثلا مسابقه فوتبال رو به طور مستقیم به جای اینکه بریم بگردیم از یه جایی پیدا بکنیم تو تلویزیون دریملند به راحتی پخش میکنه. چند روز پیش اتفاقا بازی استقلال و پرسپولیس بود، خیلی ساعت خیلی هم خوبی بود، همه ما رفتیم و اون رو تماشا کردیم و خیلی هم لذت بردیم. این قسمت اول. قسمت دوم برگردیم به بحث اصلیمون که راجع به خرید و فروش ملک مسکونیه. با عرض سلام مجدد برگردیم به بحث اصلیمون که همون راجع به خرید و فروش ملک مسکونیه. قبل از اینکه این مسئله رو باز کنم باید بدونیم که دو جور خرید و یا فروش ملک مسکونی وجود داره.
بیشتر الان میخوام بحث رو از سر خرید ملک مسکونی شروع کنم. خیلی از ماها که الان اومدیم تو استرالیا، اولین قدممون اینه که یک ملک مسکونی رو برای خودمون انتخاب کنیم. من خیلی سوالها ازم پرسیده شده که آقا ما میخوام یه ملکی رو بخریم، از کجا باید شروع کنیم؟ خرید ملک مسکونی چند تا راه داره. قبل از اینکه به دنبال خونه بگردیم یا یه ریل استیت ایجنت رو ببینیم یا بریم یه خونه رو اینسپکت بکنیم و انتخاب بکنیم، قبلش باید یه کارهایی رو انجام بدیم. به قول معروف یه پیش درآمدی داره تا بتونیم که بریم و خرید اون خونه رو به قول معروف پروسسش رو انجام بدیم. قبل از هر چیزی، مثل هر خریدی که مثلا ما می‌خوایم بریم شاپینگ، باید ببینیم که چقدر باجت داریم، چقدر پول تو جیبمون داریم و بعد به اندازه‌مون بریم خرید کنیم. من به همه اونایی که دلشون میخواد یه ملک مسکونی رو به هر ترتیب بخرن تقاضا میکنم که اول با بانک خودشون یا مورگیج بریکر که دارن یا با یه فایننس گایی برن صحبت بکنن. اونا میشینن نگاه میکنن پیسلیپ شما رو، مقدار پول پیشی که دارین یا مقدار پولی که میتونید از بانک بارو بکنید و قرض بگیرید و بهتون بگن. بعد اون موقع بین یه رنجی رو برای شما انتخاب میکنم. به طور مثال شما میتونید بین 450 تا 500 مثلا یه باجتی داشته باشین و برین یه خونه رو پیدا کنید. ببینید چقدر راحت تره که ما مثلا به جای اینکه بریم یه عالم خونه رو نگاه کنیم از 800 تا 900 تا 300 تا تو محله های مختلف، تا اینکه بدونیم آقا رنج ما بین 450 تا 500 و این چقدر محدود میکنه و راه سرچ ما رو و تحقیق ما رو آسان تر میکنه. دوم اینه که وقتی ما بدونیم که چقدر پول داریم، میدونیم که خیلی خوب تو این رنج پولی که ما داریم چه سابربی رو، چه منطقه‌ای رو میتونیم انتخاب کنیم. این اولین توصیه من به همه اونایی که اول میخوام برن خونه رو بخرن. خیلی خوب، من 450 تا 500 دارم، مثلا من توی منطقه دونکستر زندگی میکنم. منطقه دونکستر یه منطقه گرونیه که خونه ها کمتر از 800-900 تا پیدا نمیشه. اگر بخوام برم 450 تا 500 بخرم، باید به دنبال یه آپارتمان یا یه یونیت بگردم. بهتر اینه که مثلا یه مقدار توقعم بیارم پایین تر، یه خورده دورتر بشینم و یه جایی رو پیدا کنم که با 500 تا یه خونه ای رو بخرم. این خیلی کار رو ساده میکنه. و بعدش هم قبل از اینکه من به ریل استیت هم زنگ بزنم یا اصلا بشینم پشت کامپیوتر و سرچ بکنم، میدونم که دقیقا خرید من و باجت من از این مقدار تا اون مقداره. خیلی مورگیج بریکرهای معروفی داریم ما اینجا که به زبان فارسی مسلطن. خب البته اسمشون اینجا نمیارم، ولی هر وقت خواستی میتونید با من تماس بگیرید. مطمئنا توی فیسبوک همه جام اسمشون هست و بانک خودتونم میتونه این کمک رو به شما بکنه. کار خیلی سختی هم نیست، هیچ چارج و به قول معروف پول و چیزی هم نداره که پرداخت بکنید. راحت میتونید بشینید یه 10 دقیقه چت و یه کافی باهاشون بخورید. اونا پی اسلیپ شما رو نگاه میکنن، مقدار درآمد سالیانتون رو نگاه میکنن، بعد نگاه میکنن که چقدر شما میتونید افورد بکنید که یه وام بانکی رو انتخاب بکنید. بعد از اینکه این باجت شما معلوم شد، اون موقع موقعی گشتنه. سوال دومی که پیش میاد برای من اینه که خب حالا من این پول رو دارم، کجا برم خونه پیدا بکنم؟ خیلی ساده است. ما 2 تا وبسایت خیلی معروف داریم به عنوان realestate.com.au و domain. این دوتا یکی از به قول معروف این دوتا سایت اصلی هستن که تمامی خونه هایی که برای فروش هستن توی این دوتا سایت تبلیغ میشن و یک ابزار، یه انجین سرچ دارن که خیلی کار رو ساده میکنه. شما به راحتی میتونید سابر به خودتون رو توش تایپ بکنید و بنویسید که مثلا چند اتاق خواب یا چند تا باتروم میخواین، چه مقدار زمینی میخواین، چه مدل خونه یا یونیت رو میخواین و بعدش این که در چه حوالی میخواین رو پیدا کنید. یه لیستی رو به شما میده که شما میتونید اینا رو نگاه کنید. عکساش موجوده، بزرگی یا کوچیکی زمین معلومه و همه اینا رو میتونید پیدا کنید. اما به هر حال میدونید که وقتی یه خونه ای رو میخوان تبلیغ کنن یا بفروشن، قیمت واقعی اون وجود نداره و همیشه این سوال از من پرسیده میشه که آقا من یه خونه ای رو دیدم مثلا زده 420 پلاس، این واقعا چه معنی رو میده؟ اینم یعنی واقعا من میتونم اینو با 420 بخرم
چون به عنوان تبلیغ ممکنه قیمت واقعی اینطور نباشه. وقتی که میریم سیف وی یا کولز، وقتی میبینیم قیمت یه چیزی 3 دلار و 25 سنت، قیمت اون کالا 3 دلار و 25 سنت، ولی هر چیز دست دوم همیشه قابل نگوشییت و همیشه قابل تغییره. یعنی اگر که یه ماشین دست دوم زده مثلا 3200 دلار به بالا، یا یه خونه‌ای که 420 پلاس وجود داره، این دقیقاً قیمت واقعی اون نیست. این نشون میده که اینها آمادن که از 420 با شما نگوشییت بکنن. و به نظر من داشتن یه نفر ریل استیت ایجنتی که خیلی به قول معروف مجرب باشه، یا یه کسی که به عنوان ادوکیت یا وکیل شما این کار رو انجام بده، خیلی خوبه. چون که ریل استیت ایجنت ها خیلی آموزش دیدن که بتونن خوب نگوشییت بکنن، خوب بتونن سر قرارداد بشینن و تا اونجایی که ممکنه قیمت رو بالا ببرن. علت این که یه نفر خونش رو میخواد بفروشه، من خودم میتونم خونم رو بفروشم. به این دلیل میتونم برد خودم و یه تابلوی هم در خونم بذارم، چند تا هم تبلیغ بکنم و خونه خودم رو بفروشم. ولی همیشه اینو به یه ریل استیت ایجنت میدم، چون اون حداقل 10% از پرایس واقعی من بیشتر میتونه بفروشه. و این یه چیزیه، فاین لاینیه که ما باید خیلی بهش توجه بکنیم. این قصد این راجب خرید خونه است. دومندش هم که چند تا مدرک هست که به عنوان کاغذبازی تو استرالیا انجام میشه، که به نظر من خوبه که همه راجع به این اطلاعات داشته باشن. یکی اینه که هر وقت خونه ای رو میخریم، چیزی وجود داره به نام سیکشن 32. سیکشن 32 که اسم قدیمیشه، الان به عنوان وندور استیتمنت معروفه، یک جور شناسنامه خونه است. هیچ خونه ای رو نمیشه خرید مگر اینکه سیکشن 32 داشته باشه. سیکشن 32 راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به ساب دیویژن لند صحبت میکنه، راجع به این صحبت میکنه که این لند کجا واقع شده، مقدارش چجوریه، پلن و پرمیت این ساختمون کی انجام شده، واقعا دارای خط و خطوطی به نام ایزمنت هست که به طور خیلی سریع و گذرا میگم که بعضی موقع ما یه زمینایی رو میگیریم که فکر میکنیم میتونیم توش مثلا ساب دیواید کنیم و یه زمین رو توش بسازیم، ولی اگر که ایزمنت داخلش وجود داشته باشه، یعنی اینکه ممکنه سوراخ باشه، ممکنه لوله‌ای توش باشه، یا نمیدونم روش تلسترای چیزی باشه، ما روی این خط نمیتونیم خونه ای رو بسازیم و باید حواسمون به این جمع باشه. به این دلیل با یه آدم مجرب صحبت کردن همیشه میتونه کمک بکنه که ما یک ملک مسکونی خوب رو انتخاب بکنیم. در آخر اینه که اگه نگاه بکنیم، مثلا خونه شماره 19 آپتان کرسنت در سابرب فلان، این آدرس پستی این خونه است و از لحاظ قانونی هیچ ارزش قانونی نداره. اصل یک خونه یک فیلو نامبری هست که راجب به قول خودمون توی زمین و شهرسازی یک شماره ای رو داره، مثلا لات شماره 920. و بعد وقتی که کانترکت آف سیل میخواد با این بایند بشه و با این مری بشه، و این عدد با اون عدد شماره‌ای که ما به عنوان استرالیا پست می‌شناسیم با هم هماهنگ میشه. پس وقتی که یه خونه ای رو می‌خریم، ما دو تا قسمت کانترکت داریم. یکیش کانترکت آف سیل که تمام اون قرار و قانونی که چه موقعی می‌خوایم پول بدیم، پول پیشش چقدره، چه روزی ستلمنت دی قرار داشته باشه، خریدار کیه، فروشنده کیه، با این وصل میشه که اون سکشن 32ه. هیچ خونه ای بدون سیکشن 32 فروخته نخواهد شد و هیچ کانترکت آف سیلی بدون سیکشن 32 ارزش قانونی نداره. سیکشن 32 حتما باید با توسط وندور یا صاحب اون خونه امضا شده باشه که حالت قانونی داشته باشه. هر سیکشن 32 یک سال به قول معروف اعتبار داره و بعد از یک سال دوباره باید جدید بشه. کسی که سیکشن 32 رو آماده میکنه یک نفر وکیل خونه است که ما اون رو به عنوان سالیسیتر یا کانوینسر میشناسیم. هر کسی که میخواد خونش رو بفروشه حتما باید بره یک سالیسیتر یا کانوینسر به قول معروف اپوینت کنه و بهش پول بده که تا بتونه سیکشن 32 رو براش آماده کنه. سیکشن 32 دقیقاً شناسنامه این خونه است. مثل این میمونه که ما میخوایم دختری رو شوهر بدیم و برای شوهر دادن این دختر ما احتیاج به این داریم که شناسنامه داشته باشه و رضایت پدرش رو براش کسب کنیم. به همین سادگی این میتونه این دوتا با هم
کنار هم بشه و این یک عقد قرار داده. من الان به قول معروف به خاطر پرایویسی پالیسی نمیتونستم یه سیکشن 32 رو بیارم که نشون شما بدم، ولی میخوام بگم که سیکشن 32 بین 5 تا 15 برگه است که نشون میده زمین در کجا واقع شده، چه مقدار داره، و بعدش هم بعضی از زمین ها هستن که یک قید و ضمانتی روشون دارن به نام کیویت. به طور مثال یک قیدی در سیکشن 32 ممکنه وجود داشته باشه و ما اونا رو به نام کیویت یا کوننت میشناسیم. مثلا شهرداری یه منطقه‌ای هست که کنار فرودگاهه و اجازه نمیده که خونه مثلا دبل استوری باشه، یا یه همسری مثلا اختلاف خانوادگی داره و اجازه نمیده که اون ملک فروش بره، و چندین مثال میتونیم راجبش بزنیم که اینا حتما در سیکشن 32 وجود داره. به نظر من قبل از اینکه یه خونه رو بخرین، مطالعه دقیق سیکشن 32 خیلی واجبه. برای این کار همیشه شما میتونید یه نفر به عنوان سالیسیتر یا کانوینسر انتخاب بکنید که اونا تمام بند و قید این ملک و سیکشن 32 رو بخونن و شما با آگاهی کامل برین و خرید بکنید. این موضوع خرید خونه است. راجع به فروش خونه چندین مرحله داره و اون از اینجا شروع میشه که آقا من یه ملکی رو دارم و قصد دارم که بفروشمش. به نظر من برای فروش این خونه قبل از اینکه هیچ کاری رو بکنید، خوبه که شما وارد سایت realestate.com.au یا دومین بشین و شروع کنید به گشتن. خونه هایی که شبیه خونه شماست، سیمیلار فیچر داره، توی منطقه شما وجود داره، اونا رو برید پیدا کنید، ببینید با چه قیمتی فروخته شده، چند روز در مارکت بوده، چجوری تبلیغ شده. بعد میتونید به لوکال ایجنت های خودتون، نه به یه دونش یا به دوتاش، بهشون زنگ بزنید و ازشون بخواید که بیان و خونه شما رو اینسپکت بکنن و نظر خودشون رو برای فروش خونه بدن. تریکی که وجود داره برای فروش خونه اینه که تمامی ریل استیت ایجنت ها قصد دارن که بیزنس شما رو برنده بشن. به این دلیل برای شما همیشه با قیمت خیلی بالا و به شما یه هوپ زیادی میدن که شما میتونید یه قیمت خیلی بزرگی رو بگیرید و همیشه آفر به شما میدن که با کمترین قول معروف مارکتینگ میتونن بهترین قیمت رو برای شما بگیرن. خب این نیچر کار اوناست و اونا دارن بیزنس خودشون رو میکنن. شما به عنوان کسی که میخواین خونتون رو بفروشین و نتیجه خیلی خوبی رو داشته باشین، به نظر من خوبه که هوشمندانه به تمامی حرفای اونا گوش بکنید. درسته که اونا دارن تبلیغ کار خودشون رو میکنن، ولی بین حرفای اینا یه سری فکت و واقعیت وجود داره که شما میتونید اینا رو پیک بکنید. اصل موضوع اینه که شما خودتون میدونید که قیمت خونتون چقدر تقریبا وجود داره. دومندش اینه که باید ریل استیت ایجنتی رو انتخاب بکنید که دسپرید نباشه. یعنی حداقل کار این آدم رو برای چندین بار دیده باشین. ریل استیتی که 4 تا بورد نداره، 5 تا خونه فروخته نتونسته بفروشه، معلومه که این ریل استیت دسپرده و به هر شرایطی میخواد خونه شما رو بفروشه. و بعدش هم مثلا خود من میدونم که خونه من حدوداً مثلا 520 تا فروش میره، ولی وقتی یه ریل استیت به من میاد میگه آقا من خونه تو ظرف 2 روز 700 تا میفروشم، معلومه که این داره به شما یه های هوپی میده که فقط بیزنس شما رو ببره. به نظر من خوبه که خیلی کلیور بادم باید باشه، باید هوشمند باشه و به تریک این ریل استیت ایجنت ها نخوره. قسمت دوم اینه که انتخاب یه ریل استیت ایجنت خیلی مهمه. ریل استیت ایجنتی که بدون کار خودش رو چطور انجام میده خیلی اورگنایزه. یعنی روزی که وقتی میاد اونجا میشینه و پریزنتیشن خودش رو انجام میده، دقیقا میدونه که داره چی کار میکنه. شما فرق بین کسی که پروفشنال نیست و میاد 4 تا برگه رو میذاره اونجا، خودش هم نمیدونه راجع به چی داره صحبت میکنه، با کسی که کاملا نشسته اینجا و راجع به خونه شما کامل تحقیق کرده، میدونه توی این خیابون چند تا خونه فروخته شده،
مقدار مارکت چطوریه و اطلاعات کاملی از روی مارکت داره و بعدش هم پلنی داره که میتونه خونه شما رو خوب بفروشه، اون ریل استیتیه که شما میتونید بهش اعتماد کنید و بفروشید. کسایی که میان به شما میگن که مارکتینگ برای شما پول نمیاره، این نشون میده که اینا کار خودشونو بلد نیستن. فکر کنم جان فورد میگه اگر که فکر کردید یک جنسی رو میتونید بفروشید بدون مارکتینگ، مثل آدمی میمونه که ساعت رو نگه دارین که زمان وایسه، اصلا امکان نداره. برای فروش هر چیزی ما به مارکتینگ احتیاج داریم، ولی یه مارکتینگ واقعی و یه مارکتینگی که سوتبل باشه برای خونه‌ای که میفروشین بسیار عالیه. فکر کنم هر کسی با یه دید باز وقتی نگاه بکنه به پلن کسی که میخواد خونه‌شو بفروشه، میتونه پیکاپ کنه که این ریل استیت میدونه دقیقاً داره چیکار میکنه، میدونه از کجا و به کجا میره. و من خیلی خیلی ریکامند میکنم به همه که ریل استیتی رو انتخاب بکنید که حداقل در هفته 2 تا 3 تا ترانزکشن انجام داده. آدمی که بتونه 2 تا 3 تا خونه رو در هفته بفروشه، یه داتابیسی وجود داره براش که حداقل 100 نفر بایر وجود داره. این آدم میتونه ترافیک داره برای خونه شما ایجاد کنه و این کمپتیشن و این رقابت برای شما دلار بیشتری رو میاره. در آخر چیزی که من خیلی به نظرم میرسه که به شما بگم برای فروش خونه اینه که همیشه خیلی به قول معروف هوپ زیاد نداشته باشین، همیشه خیلی ریالیستیک باشین و قیمت خونه همیشه توی مارکت کاملا معلومه و به سادگی شما میتونید اینو پیکاپ کنید. همونطوری که گفتم خیلی کار ساده ایه، توی منطقه خودتون در حد مثلا 2-3 کیلومتر اطرافتون میتونید یه خونه مثلا 4 اتاق خوابه با 2 تا حموم که مثل خونه خود شما باشه و سیمیلر فیچر که داشته باشه نگاه بکنید و ببینید چند روز در مارکت فروخته شده و چه قیمتی رو داره. شما حدوداً و رافلی میتونید تشخیص بدید، حالا با $10,000 بالاتر یا پایین‌تر بدونید بده که خونه ما تقریبا این حدود فروش میره. بعضی موقع شما خونتون یه چیزایی داره که بیشتر از اونه، مثلا یه پرگولای خوب داره، شما توی حیاتتون یه استخر یا اسپا دارید که اون خونه وجود نداره، یا بالعکس اون خونه یه دونه درایوی داره یا یه اتوماتیک دور داره که شما ندارید. و با این مقیاسه توی استرالیا 2 جور پیدا کردن قیمت وجود داره. یکیشونه که مثل بانک میاد خونه شما رو میجر میکنه. ما قبلا تو ایران هم همیشه اینجوری بودیم، وقتی میخواستیم یه خونه ای رو بفروشیم همیشه سوال این بود که زمین چقدره، بنا چقدره، و از این رو میتونستیم قیمت این خونه رو به دست بیاریم. تو استرالیا اینطوری کار نمیکنه، بانک میاد و خونه شما رو میجر میکنه، مقدار بنای شما رو به دست میاره و حدودا یه قیمتی رو میگه. ولی خونه ای که در مارکت فروش میره اصلا اینطوری نیست. این قشنگ ما بهش میگیم کامپراتیو مارکت، یعنی اینکه ما میایم کمپیر میکنیم، یعنی اینا رو مقایسه میکنیم با خونه هایی که در اطراف اونجا فروخته شده. و این به قول معروف اینقدر کار سخت نیست. ممکنه دقیقا ما نتونیم اون عدد و رقم رو به دست بیاریم، ولی حدود اون رو میتونیم به دست بیاریم قبل از اینکه مثلا یه جور عشقی هست که ما به خونه خودمون داریم و فکر میکنیم که همیشه توی این خیابون خونه ما بهترینه و باید با بالاترین قیمت فروخته بشه. خب البته اگه خونه خوب پرزنت بشه، خوب تعمیر بشه، خوب تبلیغ بشه، حتما میتونه با یه ریل استیت ایجنت خوب توی مارکت بره، حتما قیمت خیلی خوبی رو میشه گرفتش. ولی این که فکر بکنیم که یه قیمت فضایی میتونیم ازش به دست بیاریم، هیچ جور رویاییه که بهتر همه ما ریالستیک بشیم و بهش فکر بکنیم. این به قول معروف تجربه بود که من دلم میخواست با شما شیر بکنم. امیدوارم اگه سوالی چیزی هم راجع به این موضوع دارین به من بگین. فقط یه چیزی که خیلی نظر من الان میاد، دلم میخواست راجع به کنتراکت آف سیل با تون صحبت کنم. یه بریکی به شما میدم تا یه خورده راجع به این حرفای من فکر بکنین و من بر میگردم و راجع به کنتراکت آف سیل با شما صحبت میکنم. خیلی ممنون. در
در آخر برای اینکه بحث رو جمع بکنم، فقط دلم میخواد که به سه تا موضوع اشاره کنم، چون که احتمالاً شما سه جور برگه قانونی رو توی خرید یا فروش خونه میبینی. دلم میخواد که خیلی گذرا این به این سه تا اشاره کنم. اولین برگه بهش میگن authority of sale. authority of sale خیلی ارزش قانونی برای هر کسی نداره، فقط یه اجازه نامه ایه که کسی که خونش رو میخواد بفروشه به ریل استیت ایجنت میده و اون اجازه رو میده که این ریل استیت ایجنت این خونه رو مارکت بکنه و بفروشه و یه زمان خاصی داره که این اجازه میده اون ریل استیت وقتی این خونه رو فروخت بتونه کمیسیون خودش رو برداره و ارزش خاص دیگه ای نداره. دومیش سکشن 32 که ما این رو راجبش صحبت کردیم که یک شناسنامه این خونه است که هر دو طرف، چه خریدار چه فروشنده، باید اینو داشته باشن و امضاش کنن، چون که واقعیت اینه که این سکشن 32 نشون میده که این خونه کجا واقع شده و چه جور مزایا و یا قید و شرطی درش وجود داره. آخرین برگه‌ای که من خیلی دلم میخواد راجبش صحبت کنم راجب کنتراکت آف سیله. کنتراکت آف سیل همون قرارداد یا قولنامه‌ایه که ما توی ایران این قرارداد و قولنامه ارزش خیلی خاصی رو نداره که توی بنگاه نوشته میشه. حتما باید در سند ثبت اسناد رسمی بره و به طور رسمی ثبت بشه. اما توی استرالیا ریل استیت ایجنت لایسنس اینو داره که و اجازه اینو داره که این قولنامه رو به طور رسمی امضا بکنه و لیگالی بایندش بکنه. خیلی دلم میخواد که بهتون بگم قرارداد سیل حدوداً 5 یا 6 برگ است. صفحه اول بازم به خاطر پرایویسی پالیسی من نمیتونستم خیلی نشونش بدم، ولی تقریباً بین 90-95% توی ایالت ویکتوریا یه جور فرمت بیشتر نداره. در صفحه اول یه مقدار توضیحات نوشته شده که هر کسی که این قرارداد رو امضا بکنه اگری میکنه تمامی اون به قول معروف بندهایی که اینجا داره، یعنی تو موافقت میکنی با تمام بندهایی که توی این وجود داره. یه رو بعد از این که کسی که این خونه رو میخواد بخره اول این رو امضا میکنه و مقدار پولی که میخواد بده و دیپوزیتی که حتما میخواد بذاره میتونه 5 یا 10% باشه و روزی که میتونه settlement day باشه، یعنی باقی پول رو بده و کلید رو تحویل بگیر و وارد خونه بشه. این تا وقتی که فروشنده این رو امضا نکنه این قرارداد به صورت آفر ما بهش نگاه میکنیم. ممکنه 4 تا یا 5 تا از این قراردادها نوشته بشه، امضا بشه و ظرف 3 روز بعد این رو جلوی وندور و یا فروشنده بذاریم و اون بهترین رو انتخاب میکنه و هر کدوم رو امضا بکنه اون آفر تبدیل میشه به قرارداد فروش که ما به اون میگیم contract of sale. بالای اون صفحه نوشته شده روزی که فروشنده این آفر رو قبول میکنه و امضا میکنه 3 تا business day، یعنی روزای شنبه و یک شنبه حساب نمیشه. یعنی اگر روز جمعه امضا بکنه روز شنبه یک شنبه نه، دو شنبه نه، 3 شنبه روز سومیه که حق داره کسی که این خونه رو خریده کول آف بکنه. 3 روز کول آف کردن یعنی اینکه آقا من یه خونه ای رو آفر گذاشتم و بعد از 3 روز پشیمون شدم و دیگه این خونه رو نمیخوام. این اجازه رو داره که این قرارداد رو لغو بکنه. ولی یه دیپوزیت کوچیکی داریم به نام اینیشیال دیپوزیت که حدوداً 1,000 تا 2,000 دلاره که برای کامیتمنت این پول رو میذارن اونجا. اگر که من بخوام کول آف بکنم این 1,000 دلار یا 2,000 دلار رو از دست میدم. ولی بعد از اینکه این 3 روز میگذره قرارداد لیگالی بایند میشه و به عنوان یک قرارداد سیل باید به قول معروف بهش احترام گذاشته بشه. یه چیز جالبی که هست توی قرارداد سیل چند جور سابجکت وجود داره. سابجکت یعنی قیدی که ما توی قرارداد خرید میذاریم. به طور مثال من باید برم از بانک پول قرض کنم، به همین دلیل پول کامل و پول کافی ندارم که این خونه رو بخرم. من این قرارداد رو subject to the finance میذارم، یعنی به شرط این که بانک پول من رو اپروف بکنه من این خونه رو خواهم خرید و بعد 12 روز وقت میگیرم که بتونم که این وام خودم رو اپروف کنم. اگر توی این 12 روز بانک به من
به قول معروف جواب مثبت رو نده، این قرارداد خودش رو کنسل میکنه و من احتیاج نداره حتی هیچ پولی رو بدم. و بعدش هم بعضی هستن که سابجکت های مختلف میذارن که معروف ترین اونا سابجکت تو ده بیلدینگ اینسپکشن یا سابجکت تو ده پسته، مخصوصا خونه هایی که کمی قدیمی ترن یا بده بردن یا اینکه به قول معروف این استراکچری خیلی خوب نیستن، ما مطمئن نیستیم که این خونه ترمایت داره یا اینکه مثلا ترکای بزرگ داره، از یه نفر ثرد پارتی که به قول معروف بیلدرن یا توی کار پست هستن میان اینا به قول معروف اینسپکت میکنن، دو هفته فرصت داریم که اینا یه سرتیفیکیتی به ما میدن که نه این خونه به قول معروف روی پایه خودش برقراره و این قرارداد کاملا قانونی هستش. اگه اونا اینا رد بکنن بدون اینکه سنتی از خریدار کم بشه، این قرارداد به جای خودش هست. ما یه روزی هم داریم به نام settlement day که ممکنه 30 روز، 90 روز یا 120 روز حتی باشه. این یعنی این که شما 10% یا 5% خونه رو میدین و بعدش 3 ماه صبر میکنین، روزی که روز settlement day باقی پول رو پرداخت میکنید و کلید رو میگیرین و اسم شما برمیگرده روی خونه. یه چیز جالبی هم که اینجا من دلم میخواد بگم اینه که توی ایران وقتی ما یه خونه ای رو میخریم که زیر وام بانکیه، ما خونه رو با وام بانکی میخریم. توی استرالیا این اجازه رو به ما میده که ما هر بانکی که دلمون میخواد با هر بهره‌ای که دلمون میخواد انتخاب بکنیم و این یعنی این که ما وقتی خونه رو میخریم وام اون رو بر نمیداریم. وقتی که پول رو میدیم، این کانوینسر ما پول وام بانک طرف رو میده و ما میمونیم و این خونه، ما وام خودمون رو جایگزین این میکنیم و وام خودمون رو میگیریم. این اجازه رو به ما میده که ما بهره بهتری رو بگیریم. میدونم خیلی سوالا هست الان توی ذهن شما میگذره، میدونم که خیلی تجربه ها دارین که دلتون میخواد با من قسمت کنید، خیلی چیزا هست که دلتون میخواد که با من شیر بکنید. میدونم که تو این برنامه کوتاه نمیتونستم همه اینا رو توضیح بدم، به طور خیلی جامع همه اینا رو کنار هم گذاشتم و به سرعت همه اینا رو گفتم. میدونم هر فصلی از این برای چه برای خرید چه برای فروش زمان زیادی میگیره، ولی متاسفانه ما زمان کافی نداریم که تو این برنامه گفتگو همه اینا رو بشینیم و باهاشون بحث کنیم. امیدوارم که فرصت بیشتری پیش بیاد یه روزی توی برنامه گفتگو وقت بیشتری رو داشته باشیم که تمام این فصلایی که امروز گذرا ازشون گذشتیم بتونیم بیشتر باهاشون با شما تعامل بکنیم، راجبش حرف بزنیم، بیشتر توضیح بدیم، شما سوالاتتون رو مطرح کنید و منم بتونم بیشتر اینا رو توضیح بدم. بسیار خوشحال شدم که منو پذیرفتیم، باعث افتخار من بود که از شبکه تلویزیونی دریملند در خدمتتون بودم. حمید قاسمی هستم، شب و روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.